نگرانی شدید خود را از برنامه های اتمی ایران ابراز و داشتند و خاطرنشان کردند. از تحریم های جدید علیه حکومت ایران حمایت خواهند کرد. نماینده اسپانیا که کشور او ریاست ادواری اتحادیه اروپا را به عهده دارد گفت گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه تخلف های اتمی ایران نشان می دهد که رژیم ایران برای دستیابی به سلاح‌های اتمی شتاب بیشتری به خرج می دهد. 27 کشور اتحادیه اروپا در بررسی‌های خود در این زمینه به این نتیجه رسیدند که باید در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و تسلیحاتی تحریم‌های جدیدی علیه حکومت ایران به اجرا گذاشته شود. خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا در ادامه سفر خود به چند کشور امریکای جنوبی امروز و در واقع دیشب به وقت برزیل وارد پایتخت آن کشور شد و مذاکراتی را با مقامات دولت برزیل آغاز کرد. این مذاکرات درباره گسترش مناسبات امریکا با برزیل که یکی از قدرتمندترین کشورهای امریکای جنوبی است صورت می‌گیرد و ضمناً در این زمینه که برزیل تا چه اندازه می‌تواند از تصمیم‌های امریکا در زمینه تحریم‌های جدید علیه حکومت ایران پیروی کند. رئیس جمهوری برزیل در این زمینه گفت که دولت برزیل همچنان خواهانان است که مذاکره با حکومت ایران ادامه یابد و هنوز با انجام تحریم هر گونه تحریمی علیه حکومت ایران و تحریم جدید علیه ایران موافقت نمی کند. باید بدانیم که برزیل از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست. نقشی در این سازمان در این شورا به عنوان یک کشوری که دارای حق وتوست ندارد و ضمناً از گروه شش قدرت بزرگ جهان که تصمیماتی علیه جمهوری اسلامی گرفتن نیست و امریکا تنها خواستاران است که قدرت بزرگ امریکای جنوبی، امریکای لاتین به حمایت از امریکا از تحریم‌های این کشور و به طور کلی جامعه جهانی علیه ایران پیروی کند و همانطور که در خبرها منعکس بود در حال حاضر دولت برزیل گفته است که با این تصمیمات موافقت نمی کند. باشگاه ملی مطبوعات آمریکا که مهمترین سازمان مطبوعاتی در جهان به شمار می رود با انتشار یک بیانیه سرکوب مطبوعات ایران و دستگیری و زندانی کردن روزنامه نگاران ایرانی را محکوم کرد. سخنگوی باشگاه ملی مطبوعات آمریکا گفت بر روی سایت اینترنتی این مؤسسه قطعنامه‌ای قرار گرفته است که کلیه روزنامه نگاران جهان با امضای خود زیر این قطعنامه اعتراض خود را به دولت ایران ابراز کنند. وی گفت ایران با بیش از 60 روزنامه‌نگار و زندانی 60 روزنامه‌نگار زندانی و ده‌ها روزنامه‌نگار دیگر که تحت تعقیب ماموران هستند به اضافه ده‌ها روزنامه‌نگاری که در ماه‌های اخیر از ایران به خارج گریخته‌اند به عنوان وخیم‌ترین کشور در جهان برای روزنامه‌نگاران به شمار می‌آید. در ایران گزارش حاکی از آن است که یک دادگاه تجدید نظر حکم اعدام یک جوان دانشجوی 20 ساله به نام محمد امید ولیان را مورد تایید قرار داد و به این ترتیب این دانشجوی 20 ساله هر زمان ممکن است که به چوبه دار سپرده شود. محمد امین ولیان یکی از کسانی بوده است که در شهر دامغان در حوزه انتخاباتی در واقع ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی بوده است و برای او فعالیت میکرده و در تظاهراتی که در پس از انتخابات علیه جمهوری اسلامی و در واقع علیه انتخابات صورت گرفت شرکت داشته است. او در دادگاه اعتراف کرده است که زمانی که مشاهده میکند که عده‌ای از تظاهرکنندگان هدف خشونت بسیار شدید نیروهای انتظامی و امنیتی قرار می گیرند به خشم می آید و به سوی آنها سنگ می پرانه کراند، ولی صرفا همین اقدامی بوده است که علیه آنها انجام داده است و این جوان 20 ساله دانشجو صرفا به دلیل پرتاب سنگ به سوی بعضی از ماموران امنیتی محکوم به اعدام شده است. وزیر خارجه آلمان امروز گفت باید از عضویت حکومت ایران در اجلاس آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جلوگیری کرد. وزیر خارجه آلمان اضافه کرد گزارش هایی که در اجلاس قبلی این شورا در ژنو درباره موارد مختلف نقض حقوق بشر در ایران منتشر شد و انکارهای پی در پی
نمایندگان جمهوری اسلامی در این اجلاس نشان داد که دولت ایران نمیتواند عضو مناسبی برای این شورای بین المللی حقوق بشر به شمار آید. در اجلاس سه روزه چندی پیش این شورا در ژنو از حکومت ایران درخواست‌های متعددی برای اجرای اعلامیه حقوق بشر به عمل آمد، ولی حکومت ایران اغلب این درخواست‌ها را رد کرد. کشور رومانی امروز به دنبال گزارش‌هایی که در ایتالیا منتشر شده بود یادآور شد که در این کشور هم در گمرک این کشور به 200 اسلحه تهاجمی دست یافته شده و ظاهراً ضمناً در این اسلحه‌ها گفته شده است که وسایل پزشکی است که برای ایران فرستاده می شود. قبلاً در ایتالیا گفته شده بود که دو نفر از اتباع ایرانی مقیم ایتالیا، از جمله یکی از گزارشگرانش تلویزیون جمهوری اسلامی در ایتالیا و 4 تن از اتباع خود ایتالیا در ارتباط با قاچاق اسلحه شرکت در توطئه بزرگ قاچاق اسلحه به ایران شرکت داشتند. دو نفر دیگر هم از اتباع ایرانی که ظاهرا به ایران سفر کردند تحت تعقیب پلیس ایتالیا قرار دارند. به گزارش پلیس ایتالیا از سال 2007 این توطئه در ایتالیا صورت گرفته و با شرکت بعضی از دلالان بزرگ اسلحه در ایتالیا، در سوئیس و در چند کشور دیگر اروپایی جمهوری اسلامی سلاح‌های تهاجمی و سلاح‌های مختلف از جمله تجهیزات اتمی را به طور قاچاق و غیر مجاز خریداری می‌کرده و از راه‌های گوناگون و از جمله از طریق امارات متحده عربی و با عنوان وسایل و کالاهای دیگر به ایران می‌فرستاده است. بررسی در این زمینه همچنان ادامه دارند و جمهوری اسلامی هم هنوز در این زمینه گزارشی چه تکذیب و یا تایید منتشر نکرده است. بینندگان عزیز، توجه شما را تا لحظات دیگر به ادامه خبرها جلب می‌کنم.